متاسفانه همسوله در پی صدمه‌های نقلیاتی در جمهوری تاجیکستان نفران زیاد به هلاکت رسیده، صدها نفر دیگر برای همیشگی معیوب و مجروح می‌گردند. طبق اطلاعیه رسمی، طی 7 سال اخیر در راه‌های جمهوری 10,000 صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده است که در نتیجه حدود 3,300 نفر به هلاکت رسیده، 11,800 نفر دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. با اطلاع مقامات دخلدار، حالت‌های از طرف رانندگان مست و بی‌حجت رانندگی بوده، اداره نمودن واسطه نقلیات و صادر نمودن صدمه‌های نقلیاتی در این حالت نیز زیاد به قید گرفته شده است. باعث تأسف است که پشت چنبر ماشین نشستن یک نفر بی‌حجت یا در حالت مستی بوده عاقبت به صدمه نقلیاتی می‌آورد و انسان‌های دیگر را بدبخت می‌کند. شام 1 نوامبر سال 2017 در این منطقه را از جانب راننده نامعلوم ساکن 26 ساله ناحیه رودکی سفرعلی رازیقوف پخش کرده شد که نام برده جراحت های وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسید. هرچند بعد حادثه مذکور راننده از منطقه حادثه فرار نمود، ولی همگی بعد چند ساعت از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان معین کرده شد که این صدمه را ساکن ناحیه واسه لالگول خالقوه در حالت مستی انجام داده است. بعد گذراندن کارهای فوری جستجویی، راننده مذکور لالگول خالقوه ساکن ناحیه واسه ولایت ختلان، راننده افتماشین اوپل استرا رقم قید دولتیش 4387DD03 در کوچه جبار رسولوف ناحیه سینای شهر دوشنبه بازداشت میگردد. چون مشاهده می شود که راننده در حالت سرخوشی قرار دارد، برای تصدیق کردن حالت او را برای تشخیص به مرکز نارکولوژی آوردند. دکتر نباشید چند خانوش دیگنم؟ من هنوشیدم بگو. هنگام گذراندن معاینه طبی نارکولوژی شهروند خالق قوالله لغای باونه سال تولدش 1970 هنگام از نظر گذرانی معاینه طبی نارکولوژی در حالت مستی درجه میانه قرار دارد. نشانداد الکاتست 0.57 میلی گرم در یک پوفی کرده شده، باز الاوتن محلول آب دهان گرفته شد با اصول الکاسنسر. الکاسنسر 1/10 1 پرامیل نشان داد. در لحظه های اولی بازداشت، هرچند طبیبان مرکز نارکولوژی در حالت سرخوشی قرار داشتن لالگل خالقوه را بعد گذراندن تشخیص طبی معین و آشکار کردن، ولی او دعوا میکرد که در حالت مستی قرار ندارد. من نوشیدگی نیستم، گفتم که من تشنایم، برای آب بیاد. رفت آب آورد. یعنی نفیتکه کبود آب آورد، من نوشیدم آورد. فهمیدی من اراخر پیانیسکری تری آدم نیستم، بیست آدم را میدونه که من کیم. با او خبوتک ماسک دارد؟ ماسک نکنم، من ماسک پس نیستم. چخیر من ماسکم؟ متاسفانه بجز نداشتن حجت رانندگی و در حالت سرخوشی قرار داشتن، همزمان از جای حادثه فرار کردن راننده لالگل خالقوه جرم او را بیشتر کرد. در حالی که موافق طلبات بندی 2 و 5 قاعده حرکت در راه، هنگام روی دادن فلاکت راه و نقلیات، راننده ای که به آن علاقه دار است وظیفه دار است که واسطه نقلیات را فورا باز دارد. از جای نجنبد، چاره های امکان پذیر را آید برسانیدن کمک اولیه طبی به ضرر دیدگان اندیشد، یاری تعجیلی طبی را دعوت نماید، در حالت فوق‌العاده ضرر دیدگان را به واسطه نقلیات راهگذر و اگر این کار غیر امکان باشد به واسطه نقلیات خود به مؤسسه طبابتی نزدیکترین رساند، نسب خود، رقم به قیدگیری واسطه نقلیات خود را با نشان دادن حجت تصدیق کننده شخصیت یا شهادتنامه رانندگی و حجت به قیدگیری واسطه نقلیات خبر دهد و به جای حادثه برگردد. ولی راننده لالگل خالقوه این کارها را نکرد. بعدا از جانب پرکراتوره ناحیه رودکی نسبت لالگل خالقوه با ماده های 212 و 127 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی باز کرده شد. در رفت صحبت با مفتش پرکراتوره ناحیه رودکی که پرونده مذکور را تفتیش نموده است، معین شد که لالگل خالقوه در سال 2016 هم از جانب سود ناحیه واسه بنابر پشت چنبر ماشین نشستن در حالت مستی مجازات شده، برای 2 سال از حقوق رانندگی محروم شده بود، ولی مهلت 2 سال نگذشته باز به حجت رانندگی و در حالت سرخوشی پشت چنبر ماشین نشست که این دفعه سبب مرگ جوان بیگناه گردید.
نسبت خالی قوال غلاغو غایبون از جانب پراکوری نوهی رودکی با ماده 212 قسم 4 و 127 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده نمبرده زاده و استقامت کننده نوهی واسه ولایت قتلان بوده قبلا با ماده 332 کدکس حقوق رانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان از جانب سود نوهی واسه برای ویران کردن قاعده حرکتی را به خصوص در حالت مستی اداره کردن افتوماشینا گناهگار دانسته او به مهلت 2 سال از حقوق رانندگی محروم کرده شده بود. او از این خلاصه در کاری نبرآورده باز سنه 1 نوامبر سال 2017 شبانه ساعت 23:30 دقیقه از نوحه واسه به سمت شهر دوشنبه آمده در حدود نوحه رودکی جماعت دهات چورتیپا دهای کانستیتوسیا باز به همین صدمه نقلیاتی رخ داد که از جانب او در حالت مستی به حجت رانندگی اتوماشین را اداره کرده شهروند روزیقوف سفرالی توکلویچ که سال تولوش 1989 می باشد او را پخش نمود و از جای حادثه گریخت. در نتیجه گزاندن کارهای فوری از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی نوحه رودکی که سری وقت این چوره‌جویی را گزاندن سری وقت او دستگیر گردید. در همین حال مسئولان مقامات تفتیشاتی میگویند به جز نشانداد خود گمانبر شده همزمان در رفت تفتیشات از جانب متخصصان معین کرده شد که لالاگل خالقوه در حالت سرخوشی قرار داشته است. هرچند در لحظه های اول بازداشت شدنش راننده ادعا میکرد که در حالت مستی قرار ندارد. در حقیقت او در حالت سخت سرخوشی که بود که از جانب متخصصان این حالت آشکار گردید که او در حالت سخت مستی قرار داشت. از این رو او میدونست که با این قانونشکنی بجاوگری کشیده می شود. از این رو طبق نشان داد او که برای یگانه راه خلاصی رو در گریختن دید و به اون جبریده یعنی روزیقوف سفرالی یگان کمک یگان یاری اولین درجه نرسونده از جای حادثه فرار کرد. به همین خاطر از جانب پراکوری نوحه نسبت او با ماده 127 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردید. رانندگان باید فراموش نکنند که موافق تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان نسبت رانندگان قانون شکن مهلت از حقوق رانندگی محروم نمودن از 2 تا 10 سال زیاد کرده شد. جوابگری برای به حقوق رانندگی اداره نمودن واسطه نقلیات نیز پرزور کرده شده. اندازه جریمه از 150-250 سومونی سالهای پیش تا 12500 سومونی زیاد کرده شده است. برای اداره نمودن واسطه نقلیات از طرف شخصی که حقوق رانندگی ندارد و در حالت مستی قرار دارد جریمه از 2500 سومونی سالهای پیش تا 20000 سومونی بلند کرده شد. همزمان در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نیز در سمت راه و نقلیات تغییرات وارد کرده شد. قبلا تا 28 اوگست سال 2017 در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 212 که این ویران کردن قاعده حرکت در استفاده واسطه نقلیات بود اینجا قسم 1 2 و 3 بود. بعد وارد نمودن تغییرات ایلوه ها یعنی با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بخصوص ماده 212 دو قسمی نو تغییرات وارد کرده شد ایلوه کرده شدن. از جمله ماده 212 قسمی 4 و ماده 212 قسمی 5. ماده 212 قسمی 4 ویران کردن قاعده حرکت را در از جانب شخصی اداره کننده اتوماشین در حالت مستی یا به داشتن حقوق رانندگی همین حالت است و جوابگری رو برای همین جنایت خیلی پرزور نبودند. از جمله برای صادر نمودن جنایت در حالت ویران کردن قاعده حرکتی رو جزا در نمودی محروم ساختن آزادی از مدت از 5 تا 10 سال که در حالت مستی که باعث مرگ جبریده گرده باشد در این حال یک نفر. اگر در صادر نمودن جنایت ویران کردن قاعده حرکت در رو در نتیجه همین ویران کردن قاعده در حالت سرخوشی مستی قرار داشته باشد راننده و دو و زیاده شخص جبریده باشند فوتیده باشند جوابگاری جنایتی برای چنین جنایت جزا در نمودی محروم ساختن آزادی از 10 تا 15 سال پیش نمودن.
جنیا در مدای دسته دوازدهم قسمی چو و یک سده بیستم قسمی دو کدسی جنیتی چون تویستم سون چون نوزدهم ینوری سال جاری در سود ناحیه رودکی پرونده جنایتی طبق دو ماده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت لالگل خالق و ساکن ناحیه واسه ولایت ختلان بررسی کرده شد. در رفت مرافعه سودی عیبدار شونده لالگل خالق و پوره به گناه خود اقرار شد. خود رو در سودی نبودن جنایت ها دو ماده 212 قسم 4 و 127 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به نظر می رسد پوره. در سخن آخران خود عیبدار شونده لالگل خالقوه از خشاوندان سفرالی رازیقوف ساکن 26 ساله ناحیه رودکی جوانی که زیر چرخ ماشین او مانده به هلاکت رسیده بود عذر پرسیده اظهار همدردی نمود. هرچند عیبدار شونده لالگل خالقوه در رفت مرافع عذر پرسید ولی جانب دعواگر عذر پرسیده او را نپذیرفتند و برایش جزای سنگین تر را طلب نمودند. امروز در سود ناحیه رودکی پرونده جنایتی نسبت لالگل خالقوه بررسی گردید و در رفت مرافع سودی لالگل خالقوه با گناه خود پورا اقرار شد و سود نسبت او چنین حکم کرد. در مجلس اشکرای سودی در بینای سود ناحیه رودکی پرونده جنایتی نسبت خالقوه لالگل غایبونه 28 ایولی 1970 سال تولدش که در صادر نمودن جنایت با قسم 4 ماده 212 و قسم 2 ماده 127 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده را دیده برآمده نطق عیبدار کننده دولتی برآمد جبر دیده حمایتگر و سخن آخرین سوچوانده را شنیده با دسترسی ماده های 310 332 335 338 339 341 343 347 348 350 و 359 کدکس مرافع جنایتی جمهوری تاجیکستان سود حکم کرد. خالق و لالگل غایبونه در صادر نمودن جنایت با ماده 212 قسم 4 و 127 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهگار دانسته شود. به خالق و لالگل غایبونه با ماده 212 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت 6 سال با محروم نمودن از حقوق اداره واسطه نقلیات به مهلت 10 سال. با ماده 127 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت 2 سال با محروم نمودن از حقوق اداره واسطه نقلیات به مهلت 2 سال. در اساس طلبات ماده 67 قسم 2 و 5 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای قسمان ضمن نمودن جزاهای تعیین شده به سوچونده خالق و لالگل غایبونه جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت 7 سال با محروم نمودن از حقوق اداره واسطه نقلیات به مهلت 11 سال با ادا کردن جزا در کلونیای اصلاحی نظامشان عمومی تعیین کرده شود. طبق اطلاع مسئولین ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از اول سال 2018 تا امروز در راه‌های جمهوری 50 صدمه نقلیاتی به قید گرفته شده است که در نتیجه 18 نفر به هلاکت رسیده 54 نفر جراحات های وزنین و گوناگون برداشتند. با گفته مسئولان بعد تغییر ایلاوه ها با قانون های جمهوری تاجیکستان در سمت راه و نقلیات و گران نمودن جریمه و بجاوبگری جنایتی کشیدن رانندگان قانون شکن شهروندان کوشش میکنند کمتر در حالت مستی و بهوجت رانندگی پشت چنبر ماشین نشینند. این همه باعث شده است که در سمت راه و نقلیات نسبت به سالهای پیشتر قانون شکنی ها کمتر به قید گرفته شوند. با گفته هم صحبت ما حالت کم شدن صدمه ها و دیگر قانون شکنی ها در سمت راه و نقلیات در ناحیه رودکی نیز به نظر می رسد. بعد وارد گردیدن تغییرات ایلاوه ها از 28 آگوست 2017
خوشبختانه صادر نمودن همین جنایت ها در حالت مستی راندن افتماشین ها خیلی کم گریده است. در مخصوصا در حدود نویه روداکی تماما چنین حادثه ها خیلی احیان بقیر میگم. متاسفانه همین حادثه که امروز مورد بررسی سودی قرار گرفت این یکم نویبر سال 2017 بود. دیگر چنین حالت ها بقیر گرفته نشدند. در حالت مستی راندن افتماشین ها نیز کارمندان بازرسی دولتی افتمبیل کور فعالیت خود را خیلی مستحکم نمودند، پرزور نمودند و مقابل چنین نفران مبارزه شدید برده می شود که تا که از بین عموماً عمله استفاده واسطه نقلیات را از جانب شخص در حالت مستی عموماً جای نداشته باشد. بغیر از جوابگاری های ماموری خیلی که قبلا قید کردیم قانونگذاری بخصوص کدکس جنایتی جوابگاری خیلی پرزور نموده است. از این نقطه نظر بسیار خرسند از آن هستیم که تغییرات ها یکی از مسئله های داغ روز را در بر گرفت و خوشبختانه چنین حادثه ها خیلی کم شدند. این به بهبودی آورده رسانده شده است. همون گونه ای که بیننده در رفت برنامه شاهد شدن با عیب و خطاگی یک راننده چگونه رشته عمر یک جوان بیگناه که در دل صدها آرزو داشت کنده شد و نفر راننده را پشت محکمه زندان برد. از این رو رانندگان را ضرور است که در هیچ حالت به حجت رانندگی یا در حالت مستی پشت چنبر ماشین ننشینند تا سببگار بدبخت شدن خود و دیگران نگردند.